فراری یکی از شاهکارهای خودش رو معرفی کرد خودرویی که قوی ترین خودروی فراری هم بود طراحیش خیلی طراحی جالبیه و احتمالا یکی از خودروهای خیلی مطرح میشه در کل تاریخ صنعت خودرو یکم در مورد این خودرو بهمون توضیح بده دقیقا همینطوره که شما میگین از حدود دو سال پیش فراری شروع کرد به تولید سری آیکونای خودش سری آیکونا چی بود؟ خودروهایی و فراری تولید کرد میدونیم که فراری یه سری مشتری های کاملا ویژه داره که سالهای سال به فراری وفادار بودن و مدام رو خریداری میکردن و مدل های اگه ها بخوایم به قبل برگردیم فرزن فراری 330 پی فور یکی از خاصترین ماشینایی بود که فراری تولید کرد توی مسابقات جهانی حضور داشت و الان هم میلیون ها دلار قیمت داره از دو سال پیش سری آیکونا از طرف فراری تولید شد و به مشتری های کاملا ویژه خودش فروخته شد تو تیراژ خیلی پایین مدل جدیدی که معرفی شد به اسم دیتونای اس 3 در حقیقت سومین محصول از سری آیکونای فراری هست و تقریبا من داشتم نظرها رو توی فضای مجازی میخوندم از سایت های مختلف و خبرنگارای مطرح جهانی ما باید منتظر ورژن چهارم نسخه چهارم از این سری هم باشیم این ماشین داستانش چی بود موتورش رو از فراری 812 قرض گرفته توی موتور تغییراتی به وجود اومده موتور سبکسازی شده شاتون عوض شده پین شاتون عوض شده میلنگ سبکتر شده وزن کلی بدن روش کار شده و الان خروجی ماشین تقریبا به 840 اسب بخار رسیده که قوی موتور تنفس طبیعی هستش که بدون استفاده از سامانه های مثل هیبرید داره این قدرت رو در اختیار راننده قرار میده. جز آخرین موتورهای خلی... فراری هم هست که داره بله یعنی متاسفانه. فراری احتمالاً تو سالهای آینده باید یواش بره سراغ خودروهای هیبریدی و بعدش خودروهای کاملا برقی و ما آخرین موتورهای احتراق داخلی فراری رو داریم که این صدای گوشنواز رو میدن و به خاطر همینه که میگم احتمالا این خودرو یکی از خودروهای تاریخی خواهد شد و بعدا کلکسیونرها بر سر خریدش خیلی رقابت خواهند کرد فکر میکنم آخرین محصولی که توی سری آیکونا تولید میشه که احتمالا با اسم ما میبینیمش یه جوری به قول انگلیسی ها لسپور فراری باشه در مورد موتورهای تنفس طبیعی و میدونیم که فراری به سمت هیبریدی شدن حرکت کرده محصول های معرفی کرده که تو این زمینه جوری که از قبل تکنولوژی فرمولوان خودش رو داشت به جاده ها می آورد و این رویه رو پیس محمد این از فرمولوان تو این خود مل... چه استفاده شده؟ این, این تجربه فرمولوان فراری توی خودروی جدید فراری چه کمک هایی گرفته شده اگه بخوام خیلی قبلتر برگردم خب ما گیبوکس هایی که به اسم پدل داریم امروز تو دنیای واقعی خود رو داریم میبینیم در حقیقت میتونم بگم که فراری اینا رو اولین بار تو محصولات خودش معرفی کرد که علاقه به خود رو میدونن که فراری هایی از قبل تولید میشد که آخر اسمشون به اسم F1 مشخص بود که این ماشینا ها گیبوکس های اتوماتی دارن که پشت فرمون میتونیم دندهشون رو عوض بکنیم اگه بخوام یه به دهه چند دهه قبل برگردم زمانی که فراری واسه اولین بار این تکنولوژی رو وارد فرمولی کرد زمانی بود که بقیه تیما داشتن از گیبوکس دستی برای تعویز دنده استفاده میکردن و راننده اون زمان تیم فراری انقدر به این تکنولوژی امیدوار نبود که میدونست وسط مسابقه این ماشین قطعا خراب میشه و برای وسط مسابقه بلیت برگشت خریده بود اون راننده اگه اشتباه نکنم ناجل منسل بود ناجل منسل بلیت برگشت به خونش رو خریده بود تو تایمی که وسط مسابقه بود چون میدونست ماشین خراب میشه اما این ماشین دووم آورد و مسابقه رو تموم کرد و یواش یواش این تکنولوژی وارد شد حالا اگه برگردیم به SV3 واکنش سریعتری و نسبت به تعویض دند ما تو این ماشین داریم اما موردی که خیلی جالب بود واسه من این بود که فراری معمولا از اکتیو قطعات اکتیو آیرودینامیکی توی محصولات خودش خیلی استفاده میکرد ما این موضوع رو اولین بار توی فراری 458 دیدیم توی سفر جلو دوتا بالی بود که تو سرعت بالاتر این بال حرکت میکرد و دانفورس بیشتر یا به قسمت محور جلوی ماشین میداد اما توی فراری sp 3 هیچ قطعه آیرودینامیک فعالی توی بدنه استفاده نشده و شاید میتونم بگم که این ویژگی یه خورده یونیک ترش هم کرده و شاید بحثشون سبکسازی بیش از اندازه ماشین بوده و که بتونن بشه تا به شتاب زیر سه ثانیه برسن که برای فراری یه رقم <applause> خیلی خوبیه خیلی جالبی که داره محمد این که شتاب تا دیویس کیلومترش هفت است یعنی از خیلی از خودروهای بله. اسپورت دنیا که صفت تا صدشون مثلا حالا اونا که معمولی همین حدوده این صفت تا دیویستش هفت ثانی هفت است که خیلی صفت تا دیویست فوقلاده یعنی در عرض هفت ثانیه این خودرو از حالت سکون به سرعت 200 کیلومتر در ساعت میرسه که خیلی رکورد جالبی و نکته جالب تری که داشت تو طراحی بدنه این خود رو وقتی آدم ریز میشه و نگاه میکنه اون انحناهایی که توی بدنه این خود رو استفاده شده آدم و یاد مجس... مجسم سازی ایتالیایی میندازه و انگار این بدن این خود روی که مجسمه بسیار زیباست و فقط بدنش یک کار هنری تمام ایاره واقعا این ترچشم نوازه موردی که توی این ماشین همه بابتش متاسف بودن تیراژ خیلی بالاش بود نسبت به بقیه ماشین های خاص فراری همه براشون سوال بود که چرا 599 تا فراری باید از این شاهکار تولید کنه باید این عدد خیلی کمتر باشه که برای سالهای آینده این ماشین خواستر باشه اما مشکلی که فراری باهاش مواجه شد چیزی که من داشتم از مصاحبه مدیر فروش برند فراری داشتم میخوندم این بود که تمام کسایی که مدل های SP1 و sp تو رو خریده بودن اعلام آمادگی کردن که SP3 هم میخوان و دیگه خودروی نمونده بود که به بقیه بخواد فروخته بشه به بقیه مشتری های ویژه فراری بخواد فروخته بشه به خاطر همین فراری تصمیم گرفت 100 دستگاه دیگه به تیراژ تولید اضافه کنه و رقم بشه 599 جالبه. قیمت این خودرو چقدر محمد؟ چیزی که عنوان کردن بیشتر از دو میلیون دلار هست اما میدونیم که این رقم رقمیه که مشتری های ویژه فراری پرداخت میکنن اگر سالهای آینده کسی بخواد این ماشین رو بفروشه قطعا زیر پنج میلیون دلار نخواهد بود و رفته رفته در طول سالها هم این رقم همیشه تو مشتری ویژه مشتری ویژه چه خصوصیت هایی دارن؟ مشتری های ویژه چه خصوصیت هایی دارن مشتری های ویژه کارشون رو خودمون رو تصور کنیم که میخوایم مشتری فراری باشیم اول از همه نمیتونیم بریم توی نمایندگی بگیم که آقای نمایندگی یا خانم نمایندگی من میخوام از شما فراری بخرم انقدر بعد مدل های دست و دوم فراری رو بخرین ازش خوب مراقبت بکنین سرویس رو توی نمایندگی انجام بدین تا فراری شما رو جز لیست مشتری های خودش بدونه بعد از اینکه وارد لیست مشتری ها شدین انقدر باید رابطهتون با, با نمایندگی فراری خوب باشه که زمانی که محصول جدیدی معرفی بشه نمایندگی شما رو به عنوان یک مشتری قبول کنه اون ماشین رو به شما نشون بده و شما شاید بتونین اجازه شخصی سازی اون مدلی که میخواین خریداری بکنین رو داشته باشین کلکسیونرایی که از سالها شروع به جمعآوری محصولات فراری کردن اجازه این رو دارن چون وفاداریشون به برند ثابت شده فراری از اونا دعوت میکنه میگه محصول ویژه و من دارم تراحی میکنم و از شما دعوت میکنم که خریدار این محصول ویژه باشین